بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما محصلین عزیز، باز هم به جلسه امروز خوش آمدین. به ادامه بحثی که روی MSTP بود، شما دیدین که ما MSTP را تا حد عیار سازی کردیم و گفتیم که ما به خاطر از اینکه MSTP را ما فعال بکنیم، ما نیاز به این داریم که MST ریجن ما عیار سازی کنیم، و به خاطر از اینکه ما MST ریجن عیار سازی بکنیم، ما در قدم اول کاری که ما میکردیم مودی از اسپینینگ تری را به حیث MST فعال میکردیم، و بعد از تمام کانفیگریشن ها را ما روی از انجام میدادیم. و چیزی که قابل مورد بحث بود یه بود که ما گفتیم که ما اگر کامانت شو اسپینینگ تری را انتر بکنیم، ما میتونیم تمام اطلاعات در مورد از این دیوایس ها بگیریم که کدام یکی از این دیوایس ها به حیث رود بریج عمل میکنه، و بعد از ما میتونیم که بریم روی MST و MST را عیار سازی بکنیم. خب شما در این قسمت اگر چک بکنین میبینین که شو اسپینینگ تری، میتونین که در این قسمت تمام اطلاعات نسبت راجع به این دیوایس بگیرین. یکی پرایوریتی است که به خاطر از اینکه ما رود بریج عیار سازی کنیم، چند موضوع خیلی مهم بود. در قدم اول چیزی که مهم بود در STP ای بود که پرایوریتی رو در نظر می گرفت، او دیوایسی که بلندترین پرایوریتی رو داشت به حیث رود بریج عمل میکرد. و در صورتی که تمامی از دیوایس ها فرض بکنین که سه سویچ اگر شما در نظر بگیرین، در صورتی که هر سه سویچ پرایوریتی یکسان می داشت، ما بعد از اون مکادرس در نظر میگرفتیم که بلندترین کوچکترین دیوایسی که مکادرس داشت به حیث رود بریج عمل میکرد. و اگر میخواستیم که خود رود بریج هم ما چینج بکنیم، میتونستیم یکی از دیوایس ها را به حیث رود بریج ما فعال بکنیم، که شما در این قسمت ببینین اینی به حیث رود بریج به شکل دیفالت از قبل تنظیم شده. اگر روی دیوایس بعدی ما انتر بکنیم، اینجا نشته کنیم که شو اسپینینگ تری، شما در این قسمت میبینین که باز هم ما تمام اطلاعات نسبت به این دیوایس پیدا میکنیم، ولی دیوایس قبلی رو شما دیدین که به حیث رود بریج بود، این یکی از دیوایس هایی است که به حیث نان رود بریج عمل میکنه. اینا اگر نشته کنیم کانفیگر ترمینل و اسپینینگ تری، و در این قسمت اگر شما سوالیه را انتر کنین، شما میتونین که مود انتخاب کنین. در صورتی که شما هر پروتکل را بخواین فعال بکنین، روی مود میرین و در این قسمت برتان منشن میشه، بعد از اون میتونین ایره سلیکت بکنین. خب اینا چیزی که من نیاز دارم ویلن است. اگر ما ویلن انتر کنم اینجا هست، ببینین نمبر مثلا یک، دوباره سوالیه را انتر میکنم، به حیث رود بریج اگر بخوایم ایره عیار بکنم نشته میکنم که رود. باز هم اگر سوالیه را انتر کنم میگم پرایمری، از این قسمت اگزیت میشم شو اسپینینگ تری. شما در این قسمت میبینین که قبلا دیوایس قبلی به حیث رود بریج عمل میکرد، ولی در این دیوایس میبینین که در این قسمت نشته میشه دیس بریج از در رود، بخاطر که ما ایره به حیث رود بریج خود ما عیار سازی کردیم، و پرایوریتی نمبرش هم میبینین که چینج شده. یعنی وقتی که بخواین یک دیوایس به حیث رود بریج خودتان عیار سازی بکنین، به شکل اوتومات نمبرش هم چینج میشه. و چیزی که مهم است و چیزی که قابل بحث هست ای است که وقتی که بخواین که MST را فعال بکنین، در قدم اول کاماندی که ما داریم مود MST را شما باید فعال بکنین. ببینین وقتی که ما در این قسمت میایم نشته میکنیم که کانفیگر ترمینال، بعد از یکی کانفیگر ترمینال کردم، ما میایم میگم که اسپینینگ تری
اگر سوالیه را انتر کنم، ببینید دیگه چند چیز انجام میده. یکی پورت فست، ویلن و مود انجام میده که ما در اینجا چیزی که نیاز دارم، ما گفتم قبلا وقتی که ما بخوایم امیستری را فعال بکنیم، کاری که ما میکنیم ما مودش اول چینج میکنیم. اینا در مود وقتی که شما سوالیه را انتر میکنین، اینجا براتون دو آپشن نشان میده در حال که باید امیستری را نشان میده. پی وی استی را و رپید پی وی استی را اینا را قبلا شما کنفیگر کردین و تمام تنظیمات انجام دادین. اینا را چیزی که ما نیاز داریم، ما در قسمت امیستری ندارم. ببینید اگر ما امیستری را انتر بکنیم به ما ایرر نشان میده، به دلیل اینکه امیستری نیست. پس چند استیپ است که ما براتون میگم، کامان هایی که قرار است به امیستری استفاده شود. و اگر بخواین امیستری را ایارسازی بکنین، شما نیاز دارین که جی این استری را سافتویر دیگر را انستال بکنین در کمپیوترتان و اینا را کار بکنین که در پکیج تریسر ای سپورت نمیشه. امیستری را تا میتونین پی وی استی و رپید را کار بکنین، ولی اگر بخواین امیستری را ایارسازی بکنین روی سیسکو پکیج تریسر انجام نمیشه. به او دلیل کاری که شما میکنین، شما میتونین که در gnstree.com برین، gnstree رو دانلود بکنین و تمام کانفیگریشن امیستری رو من اینجا استپ با استپ بر شما تشریح میکنم. شما میتونین که اینا رو روی gnstree کار بکنین. به او دلیل کاری که شما میکنین، در قدم اول گروپی از ویلن ها رو کریت میکنین، گروپ از ویلن ها رو کریت میکنین. بعد از اینکه گروپ از ویلن ها رو کریت کردین، فرض بکنین که ویلن 1 تا 5 به اینستنت 1 میتین. گفتم وقت اول ویلن کریت میکنین، بعد از شما باید اینستنت ایارسازی بکنین در یک امستی ریجن. و همچنان ویلن 6 تا 7 در امستی 2، ویلن 11 تا 15 را هم در ویلن در اینستنس سی. و کاری که شما میکنین، میرین روی اینترفیس ها، همونطور که قبلا هم ما انجام دادیم. مثلا اگر شما اینی پورت در نظر بگیرین، فاس ایدرنت 01، کاری که ما میکنیم کانفیتی و پورت دینا را باید شما ترنگ بکنین. اینترفیس پس ایدرنت میتونین رنج بگیرین، میتونین یکی از پورت ها را انتخاب بکنین و نشته کنین که سویچ پورت مود ترنگ. پس ما کاری که میکنم، میگم اینترفیس اینترفیس پس ایدرنت 01، اینا میگم سویچ پورت مود ترنگ. و شما چی کار میکنین؟ تمامی پورت ها را باید به شکل ترنگ فعال بکنین به خاطر که امیستی اجرا شد. کامان دارین اسپنینگ تری امیستی کانفیگریشن، اگر اینا را انتر بکنین شو اسپنینگ تری امیستی است که تمام اطلاعات برتان نشان میده. میتونین که اینی را روی یکی از دیوائز ها بگیرین، انستنس یک، ویلن یک تا پنج، بعد چندین انستنس شما در قسمت کریر میکنین و بعد از او میرین روی سویچ دوم. در سویچ دوم هم این ایار سازی را شما انجام میتین. در این قسمت هم همونطور که شما میبینین روی سویچ یک اگر بخواین که کنفیگریشن بکنین، البته در روی بعضی از کامان ها را در پکیج تریسر سپورت نمیکنه، میتونین که کامان دارین اسپنینگ تری مود امستی، گفتم بخاطر ازی که شما امستی ریجن را کریت بکنین، بعد از او اسپنینگ تری مود امستی کنفیگریشن ریویژن. اگر سوالیه انتر کنین پیش ریویژن برتان نمبر نشان میده که از 1 تا 65000. بعد از او اینستنت کریت کنید، اینستنت یک، ویلن یک تا 25 و به می ترتیب میتونید چندین مثال کار کنید که اینجا ما در یک مثال دو دیوائس را نظر کشتیم، سویچ یک و دو. شما میتونید چندین دیوائس را داشته باشین، این کار اجرا میکنید، فقط امیستری را پکیج تریسر سپورت نمی کنه. شما میتونید که به این می ترتیب کامان هایی که در اینجا انتر شده، این چیز شما در روی جی این استری روی سویچ برین کنفیگر کنین یا را انتر کنین و پروتکل امیستی شما ایار میشه و شما میتونین که کنفیگریشن امیستی پی را اجرا بکنین. یکی از موضوعاتی که در استی پی هست
در ایبیابی استیپی گفتم که در اگر شما از دیوایس هایی که از کمپانی خود سیسکو ساخته شده استفاده بکنین، اینا قابلیت از این داره که خطاها را چک بکنه و برتان نشان بده. قابل توانایی شناسایی خطاها را داره. فرض بکنین که شما چندین دیوایس را به هم وصل میکنین. یک موضوع را ما در فور سیکیوریتی خواندیم که در زمانی که شما دیوایس ها را به هم وصل میکنین و یکی از پورت ها را اگر سیکیور بکنین، در صورتی که اونو پورت اختصاص میتین به یک دیوایس مشخص، اگر دیوایس بعدی بیاید که به جای دیوایس اولی به اینترنت وصل شوه، یک ایرر دیسیبل نشان میده. وقتی که فرض بکنین که آیتی منیجر چک کنه، در وقت مده یک ایرر دیسیبل نشان میده که باز اونا میتونن تخطی را پیدا بکنن و چک کنن که توسط کدام دیوایس یا کدام مک آدرس ای انجام شده، که اینمی در دیوایس های سیسکو قابل شناسایی است. شناسایی اتوماتیک ای هم امی دیوایس های کاتالیست یا سویچ های کاتالیست سیسکو توانایی شناسایی اتوماتیک خطای مربوط به پورت های خود داره. ما در پورت سکیوریتی شما دیدین وقتی که ما کانفیگریشن انجام میدادیم، یکی از پورت ها را نظر به مک آدرس مشخصی که داشت سیکیور میکردیم. اگر نفری بعدی با دیوایس خود می اومد و اونمو به مو پورت وصل میشد، به شکل اتومات این اینترفیس خاموش میشه و میسیجی که نشان میده هم ایرر دیسیبل هست، که ایم از خوبی یا قابلیتی از دیوایس های سیسکو است. چند موضوعی که میشه در اینجا بحث کرد، یکی آل است. آل ای پارامتر باعث میشه که سویچ در برابر تمام خطاهای ممکن از خود یک واکنش نشان بده. دیگه آرپ انسپکشن است. ای هم امی خطاها یا تخطی هایی که در آرپ انسپکشن باوجود میه، اینا را میتونه قابلیت چه داره که شناسایی بکنه. و بی پی دی یو گارد هست، که ای هم یک پارامتر است که باعث میشه در صورت که یک پورت فاز اقدام به دریافت پیام های بی پی دی یو بکنه، اینا میتونه او را شناسایی بکنه. زمانی که ما از بی پی دی یو استفاده میکنیم، اگر یک میسیج با پورت پورت فاست انتقال داده شوه، اینا میتونه که بسیار براحتی او را شناسایی بکنه. دیگه بعضی از پارامترهای دیگه هم در این قسمت برتان منشن شده که شما میتونید که اینا را بخونید. مثلا چینل میس کانفیگ هست، که این تمام خطاها یا تخطی هایی که در ای در چینل صورت میگیره را میتونه برتان نشان بده. DHCP read limit هست، اشاره به خطاهای مربوط به snooping DHCP میکنه. و DTP flag هست، در صورتی که وضعیت trunking از یک نو به نو دیگه تغییر کنه، سویچ یک پیام خطا را تولید میکنه. وقتی که شما پورت ها را در حالت trunk قرار میدی، اگر از یک نو به نو دیگه ای تغییر پیدا کنه، اینا هم یک پیام یا یک میسیج نشان میده که تخطی صورت گرفته. و ای هم از تمام پارامترها که شما میتونید تمام از اینا را در این قسمت ببینید. و اگر بخواین که شما ایرر دیسیبل دیتکت بکنین یا شناسایی بکنین، زمانی که تخطی صورت میگیره، اونمو میسیج یا پیامی که نشان داده میشه میگه ایرر دیسیبل، یعنی ایرر با وجود آمد، ما دیوایس خود دیسیبل کردیم. یک نفر پورتش از قبل سیکیور شده، یک نفر دیگه به جای وصل میشه، که در صورتی که اینا وصل شوه یک ایرر دیسیبل نشون میده. ایرر دیسیبل به این معنی که میگه ایرر با وجود آمد، ما اینمی دیوایس را دیسیبل کردیم یا آف کردیم، که توسط کامانت شو ایرر دیسیبل دیتکت شما میتونید را شناسایی بکنید. و دیگه کامانت دیگه ای که داریم شو ایرر دیسیبل ریکاوری هست، که ایرر هم میتونین چک بکنین. و ایرر دیسیبل ریکاوری اینجا هم نام که میتونین اینا را هم انتر بکنین. ای هم از درس MSTP که شما با تمامی از این دستورات میتونین که دیوایس ها یا سویچ های خود عیار سازی بکنین و کانفیگریشن بکنین، MSTP رو روی زونا فعال بکنین. درس
اسپنینگ تری پروتکل با تمام پروتکل هایی که داشت در اینجا به پایان میرسه. خدا نگهدارتون.